در این لحظه گفتگویی داریم با آقای جلیل روشندل، کارشناس سیاست خارجی از سیاتل ایالت واشنگتن. درود بر شما آقای روشندل. برخی از فعالان دولت اسد از شبه کودتا در سوریه صحبت میکنن. چه عامل یا عواملی موجب قدرت گرفتن این گروه اسلامگرای تندرو شده؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. ببینید، وضعیت بسیار پیچیده ای هستش. عوامل داخلی البته همیشه وجود داشته، حتی بعد از 2016 که بشار اسد در این مناطق حاکمیت برقرار میکنه و در این حال به هیچ وجه در طول این مدت ها اون مخالفت ها و نارضایتی های داخلی رو نمیتونه از بین ببره و در نتیجه اون عامل یک عامل مهم است. اما در مقطعی که ما توش هستیم، یعنی از یک طرف از بین رفتن بخش عمده از تشکیلات حزب الله و در حوادث دیگری که در رابطه با اسرائیل در منطقه میفته، یک نابسامانی ایجاد میکنه که گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه و نقش جمهوری اسلامی در این منطقه کاهش پیدا میکنه و در نتیجه این گروه ها زمینه مناسبی پیدا میکنن برای اینکه به دنبال اهدافی که همیشه بودن و محروم شده بودن ازش حرکت بکنن. البته گروه تحریر الشام گروهی نیست که بخوایم ازش ما طرفداری بکنیم به عنوان یک گروه مثلا طرفدار حقوق مردم و اقلیت‌های داخل سوریه، به دلیل اینکه اون ما رو میرسونه به نوعی به گروه های تندروتر مثل القاعده و یا گروه های بدتر از اون. ولی در این حال این شرایطی که الان ایجاد شده در اینجا در واقع به نوعی میشه گفت که داعش جدیدی داره شکل میگیره که برخلاف همه موارد چند دهه اخیر، این بار ما میبینیم که به زیر ساختای مهم، به فرودگاه ها و حتی به توانایی دفاع ضد هوایی سوریه دسترسی پیدا کرده. از طرف دیگه کم گرفتاری روسیه در منطقه و ناتوانی روسیه برای حمایت از سوریه اونچنان که قبلا انجام میداد یک عامل دیگه هستش و در واقع سوریه در یک زمان خیلی کوتاه بخش زیادی از حمایت ایران رو از دست داده. ایران نمیتونه پرواز بکنه به سوریه و روسیه هم نمیتونه اون عملیات نظامی دفاعی از بشار اسد رو ادامه بده. آقای روشندل، اگر دولت بشار اسد سقوط بکنه چه وضعیتی برای اسرائیل و برای جمهوری اسلامی ممکن هست پیش بیاد؟ سقوط بشار اسد وضعیت رو دست کم برای مدتی بسیار نابسامان میکنه، به دلیل اینکه شما از یک طرف ترکیه رو دارید که به هر حال منافعی در اون مناطق مرزی داره و بعضی از این گروه های به اصطلاح مورد حمایت فعال فعلی مورد حمایت ترکیه هم هستن. از طرف دیگه به هر حال با سقوط بشار اسد گروه هایی که الان فعال هستن شدیدتر و با توانایی بیشتری در صحنه عملیات ظاهر میشن. در این حال بعضی از این گروه ها به صورت ناگفته مشخص هستش که میتونن مورد حمایت اسرائیل هم واقع بشن، یعنی اسرائیل از این وضعیت قطعا سود میبره به دلیل اینکه اون تهدیدهایی که جمهوری اسلامی در ارتفاعات گولان حمایت میکرد، گروه هایی که اونجا جمع میکرد، گروه های وابسته به سپاه و غیره، اینها در واقع به نوعی دستشون کوتاه میشه. به عبارت دیگه اسرائیل به بخشی از اهدافش در منطقه، یعنی کوتاه کردن دست ایران و گروه های مورد حمایت سپاه میرسه و اینها نکته مهمی هستش که میتونه اتفاق بیفته. ولی مسئله دیگه این هستش که معلوم نیست که مجموعه این قضایا با آزاد کردن گروه های مختلف، تنها یک گروه تحریر شام نیستن، گروه های دیگری هم هستن که در این منطقه فعال هستن و اینا میتونن مجدداً به جون همدیگه بیفتن و اختلافات داخلی گذشته خودشون رو دنبال بکنن و سوریه رو تبدیل بکنن به یک صحنه عملیات تروریستی منطقه‌ای و
ادعاهای به اصطلاح گروه های دیگر مطرح میشه. کردها از یک طرف خواهان خواستهایی هستند که در این مدت سرکوب شده یا نادیده گرفته شده. ترک ها به نوعی دخالت خواهند کرد برای حمایت از گروه هایی که راه رو باز بکنن دست کم برای اینکه پناهندگان سوریهی بتونن برگردن برن به سوریه، که کاری که آقای بشار اسد در مقابلش ایستادگی کرده بود، تا به حال اجازه نمیداد اینا برگردن. وضعیت بسیار پیچیده‌ای به هر حال پیش خواهد اومد. آقای روشندل، مدتمون خیلی کوتاه هست و من اجازه بدید دو تا سوال با همدیگه بپرسم. در ایران زمزمه کمک رسانی به نیروهای سوریه هست، عراقچی هم که رفته به دمشق، آیا جمهوری اسلامی توان این رو داره که باز مثل 2011 به اسد کمک بکنه؟ این یک سوال. و سوال دوم این که شما اشاره کردیم به این قضیه که اسرائیل ممکن هست منافعی داشته باشه. اسرائیل ترجیح میده یک بشار اسد ضعیف رو در مجاورت خودش داشته باشه، یک گروه اسلامگرای تندروی قدرتمند رو؟ خب این سوال خیلی مهمیه. در درجه اول بذارید به این سوال دومتون جواب بدم. قطعا اسرائیل ترجیح میده که یک بشار اسد ضعیف در همسایگی باشه، ولی اگر بخشهای از سرزمین سوریه توسط گروهایی که با اسرائیل دشمنی نداشته باشن اشغال بشه، در واقع یک مناطق حائل ایجاد میشه که اون موقع چه بشار اسد ضعیف باشه چه قوی باشه، در درجه اول باید با اونها درگیر باشه، نه با سور، با اسرائیل و مناطقی که حالا به هر حال در دوران آقای ترامپ رسما به عنوان مناطق اسرائیلی شناخته شده، اون ارتفاعات گولان و غیره. اینها یک سپر دفاعی ایجاد میکنه. هر طرفی که این قضیه بخواد به چرخه، به نظر من تا حدی به نفع اسرائیل هستش، ولی نمیشه در این مرحله گفت که اسرائیل نقش فعال داشته در تشکیل این ماجرا، میتونه از ادامه ماجرا سود ببره. اما در مورد توانایی ایران به لحاظ این که در حال حاضر مشکلات عمده داخلی داره، اگر بیش از حد بخواد در اینجا غفلت بکنه مسائل داخلی میتونه فشار بیاره. نیروی هوایی ایران به سمت سوریه دیگه کار نمیکنه. بعضی از پروازها از عراق به سمت سوریه انجام میشه، ایران میتونه فقط به اونا متکی باشه. به عبارت دیگه توانایی نظامی عملیاتی ایران در سوریه کاهش پیدا کرده و روسیه هم قطعا نمیتونه به عنوان حامی ایران و مدافع اهداف ایران در اونجا عمل بکنه، خودش گرفتار است. بنابراین اون رویای رسیدن به دریای مدیترانه هم برای ایران در این وسط به نوعی فدای این مجموعه عملیات خواهد شد.